اینجا چی کار میکنی؟ مامان یه دقیقه بیا. چی شده؟ بیا تو. بگو ببینم نهال حالش چطوره؟ خوبه. از کاری که کردی خوشحالی؟ دیدی به خاطر حرفای تو چه بلایی سرش اومد؟ چرا چرت و پرت میگی؟ مگه تقصیر من؟ آره تقصیر توه، مسلمه. اگه فکر مهند رو تو سرش نمینداختی و سعی نمیکردی اون دوتا رو به هم نزدیک کنی، الان این اتفاق نمیافتاد. گذاشتی امیدوار شه، تو باعث شدی ذهنش منحرف بشه، کاری کردی که فکر کنه مهند عاشقشه، حالا که فهمیده میخواد ازدواج کنه این اتفاق افتاد. من فکر میکنم تو هم داری قش میکنی. ببینم حالت خوبه؟ منظورت چیه؟ خب تو هم از ازدواج مهند شوکه شدی، نگو که اشتباه میگم. مامان با من اینطوری حرف نزن، مواظب باشی میگی وگرنه. بس کافیه، ساکت شو و خوب گوش کن. من این کارا رو به خاطر تو دارم میکنم، میخوام تو خوشبخت بشی. مامان من خیلی خوشبختم، دیگه دخالت نکن. تا موقعی که مهند تو این خونه ول میگرده زندگی تو در خطره. من نهال و تومه قرار دادم تا مهند دیگه به تو فکر نکنه، ولی خوشبختانه بشرا این مسئله رو واسم حل کرد. بهتره در موردش حرف نزنی. باورم نمیشه، آخه چطور دلت میاد این کارو بکنی؟ نهال گناه داره، ندیدی چه بلایی سرش اومد؟ تمام شب و سعی میکرد ناراحتیشو مخفی کنه. تو چرا اینقدر خودتو با موضوع نهال درگیر کردی؟ من یه مسائلی رو میبینم که جنابالی اونا رو نمیتونی ببینی. شاید مهندم احساس خطر کرده و تصمیم گرفته فعلا با بشرا زندگی کنه. عجب خیال پردازی، وقتی تو توی موضوعی دخالت میکنی گره های اون موضوع بیشتر میشه. نه مهند و نه کس دیگه ای نمیتونه رو زندگی من تاثیر بذاره، چون من شوهرم رو دوست دارم. تو داری به خودت هم دروغ میگی. تو عدنانو اصلا دوست نداری، باش ازدواج کردی تا منو ضایع کنی. چون باهات لج کردم. این اسمش عشق نیست، تو داری خودت هم مسخره میکنی. اگه ببینم که پشیمون شدی خیلی ناراحت میشم. من که میدونم تو چقدر خوشحال میشی، ولی بهت قول میدم این اتفاق نمیافته. خیلی گستاخی. مامان بهتر از من دور بشی، خواهش میکنم. شما اینجا چی کار میکنیم؟ داریم صحبت میکنیم. داشتم دنبالتون میگشتم، فرید بیداره، بیاین. من میرم پیشش. مامان؟ باشه الان میام.